میرداد نجراوی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان و همچنان عباس حسینی تهیه کننده و پژوهشگر تورونیوز برای بحث بیشتر در این باره اینجا با من هستن خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز آقای حسینی در نخست شما نقاط بارز گزارش تحقیقی تان از اوضاع امنیتی سال 2015 افغانستان فشرده برای بیننده ها بگوین در این گزارش شما چی چیز تازه ای را در اوضاع امنیتی افغانستان پیدا کردین و چی تفاوت اوضاع امنیتی افغانستان در سال 2015 در مقایسه با سالهای پیش گذشته داشته است بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما مهمان محترم برنامه و همچنین بینندگان محترم برنامه سال 2015 برای افغانستان همچنین برای نیروی امنیتی یک سال بسیار مهم و ساز بود ما از ابتدای سال 2015 به صورت مستقلانه تامین امنیت افغانستان را به عهده گرفتیم و نیروی امنیتی افغانستان با انتقال مسئولیت با انتقال کامل مسئولیت امنیتی وظیفه تامین امنیت به تنهایی به عهده گرفتن اما نیروی امنیتی در حالی وظیفه تامین امنیت به عهده گرفتن که به نوعی میشه گفت که در میدان جنگ تنها ماندن ما تا در حکومت گذشته تفنومی امنیتی رمز دانه کرده بودیم با ایالات متحده آمریکا عملیات های هوایی نیروی خارجی در حمایت از نیروی افغان متوقف شده بود عملیات های شبانه متوقف شده بود و عملا در یک شرایط بسیار حساس و پیچیده ای ما سال 2015 را آغاز کردیم و و در این حال به حکومت در آغازین ماه های حکومت وحدت ملی بود تقریبا سه ماه از حکومت وحدت ملی آغاز به کارش و بیشتر در این حکومت مصروف گیردار جنجالای سیاسی در درونی خودش بود در, در این فضا پلانی که از قبل برای نامسازی سال 2015 آماده شده بود توسط هم مخالفین مسلح و کشورهایی که بعضی به مخالفین حمایت میکردن این پلان با شروع سال 2015 عملا از ماهای آخر سال 2014 شروع به تطبیق شدن کرد با عملیاتی که پاکستان در مناطق قبایلی داشت در خاموشی و بیتوجهی و به نوع غفلت هم میشه گفت با شوری سال 2015 صدها خانواده مخالفین مسلح و جنگجویان خارجی وارد خاک افغانستان شدند و برایت اینا در مناطق مختلف جا جای شدند اولین نشانهای حضور ای خارجی که بعدا با دایش باید کردن نادیده گرفته شد ما در جنوری سال 2015 اولین درگیری طالب و دایش در دا ولسالی کجکی داشتیم بعد از او در ولسالی اول چندین ولسالی فراه و بعد از زابل اما این نشانه ها جدی گرفته نشد و بعد نوار تصویری منتشر شد که قسمت از طالبان افغان و فرماندان از او با دایش رهبر دایش باید کردن و آیس آیسه با توجه خلاهایی که وجود داشت و بی توجه کیجه وجود داشت مخالفین مسلح خارجی از مناطق قبایل پاکستان داخل افغانستان شدند و در مناطق مختلف جابجا شدند و عمده ترین مناطقی که آسیب پذیر بود مناطق ولایت شمالی افغانستان بود هم تعداد کم نیروهای امنیتی ساختارهای شکننده امنیتی نارضایتی که مردم بین مردم وجود داشت و وایسایس اینا رو جاگیر ساخت و امده ترین هدف ای بود که مخالفین مسلح در افغانستان بتوانند یک جغرافیای مشخص در داخل افغانستان برای فعالیت های خوشان به دست بیارند به این رقم این ای تولاد پیش رفت از 24 اپریل 2015 عملیات بهاری طالبا با نام از آغاز شد به دنبال از اون ماه می به خونین ترین ماه در سال 2015 تبدیل شد که شاید بیشترین روی داده امنیتی ما در طول 12 ماه ماه می بودیم بهار و تابستان بسیار گرم داشتیم و این تحولات به گونه پیش رفت که ما در اواخر ماه سپتامبر در 23 سپتامبر شاهد سقوط ولایت کندوز بودیم باید. با سقوط کندوز به یکبارگی هم مردم افغانستان هم حکومت و هم جهان متعجب و حیرت زده شدند که وزیر امنیتی به گونه وخیم شده تا اندازه پیشرفت یک ولایت سقوط میکنه تجربه که تجربه تاریخی که در طول 14 سال گذشته نمونی از او وجود نداشت به خاطر بعد از رویداد کندوز دیده میشه که حکومت یک مدار به خود میایه به همانگی بیشه در سطح رهبری صورت میگیره و کماکان این وجود داره یه در یک بحث یک جنبندی کلی که میخوام که داشته باشم این است که ما درگیر عملیات های نظامی فعالیت های روزمره بودیم یک چرخه باطل وجود داشته که مخالف اون سال حمله میکردن یک منطقه را پس میگرفتن و ما دوباره حمله میکردیم و منطقه را دوباره تصرف میکردیم و به نظر مثل یک پلان جدی برای تغییر وضعیت امنیتی برای تغییر استراتژی جنگ برای پر کردن خلاکی وجود داره دیده نمیشه و افغانستان همچنان گوه نارامی های دوام داره سپاس گذارم <تصفح> آقای نجرابی در گزارش همکارم دیده شده که اوضای امنیتی در سال 2015 به گونه وخیم و بسیار چشمگیر ناامن شده و در کنار از این دایش در بخشای از افغانستان سر بلند کرد و حکومت وحدت ملی همزمان با آغاز سال 2015 یا در جریان سال 2015 به کارش آغاز کرد و سال بود که نیروهای امنیتی خارجی هم و عملیات هم زمینیشان و هم هواییشان در افغانستان پایان بخشیدند حالا می که نگاه نقدانه یا امو بررسی تان از محتوای این گزارش چی است چی چیز سبب شد که اوضاع امنیتی در سال 2015 اینقدر به وخامت گرایید بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون وضعیت در سال 2015 که مسئولیت امنیتی تمام افغانستان با دوش نیروهای امنیتی کشور گذاشته شد و با خروج بیش از 130 هزار نیروی بین در افغانستان تمام تجهیزات تکنیکی و قوای هوایی که اونا را حمایت میکرد اکثرا از افغانستان خارج رفتن یا به گونه تعدادی که گفته شد در حدود ده الی 15 هزار مصروف آموزش نیروهای امنیتی و تعلیم و تربیه و مشوره در افغانستان باقی ماندند بنا تمام مسئولیت امنیتی مسائل عملیات های تصفیه و عملیات های شبانه و در مجموع مسائل دفاعی و دوش نیروهای امنیتی افغانستان گذاشته شد از یک طرف مشکلات جدی که وجود داشت حکومت وحدت ملی که بعد از پرماجراترین انتخابات دنیا را اگر بگیم ما داشتیم که تا دا هنوز هم مشکلاتی وجود داره یکی از مشکلات ای بوده مشکلات دیگی که وجود داشته اکثر نیروهای امنیتی افغانستان برای اولین بار بود که در سال 2015 مستقلانه جنگ رهبری میکردند. و یکی مشکل جدی شد نبود قوای هوایی عبارت از جیت های جنگی تیارات هلیکوپتر آنچه که ضرورت داشتن به حمایه هوایی متاسفانه وجود نداشت اگر حمایه هوایی نیروهای آیصاف وجود داشت اونا تا زمان استناد میوردیدن در صورتی که خود نیروهای اطلاف بینیمری شامل جنگ نبوده باشند یا ایسی که با اونا ضرر و آسیب نرسیده باشه جز در حوادث خیلی خطرناکی دیگه پس نبود می... حمایت هوایی سبب شد که نیروهای امنیتی نتونن جنگ به گونه درستش کنترل یک... کنن و اوضاع اینقدر به وخامت گرایید یکی از دلایلش یکی جدی داخلیش چی میتونه در حوزه حکومتداری داری در حوزه حکومت داری مشکلات حکومت وحدت ملی که با کار آغاز کرد و همچنان مشکلاتی که در قسمت تقرر و تبادل و در قسمت داشتن تجارب و تخصص در قسمت اداره و مدیریت و رهبری جنگ که هر کس از لحاظ خودش دیدگاه های متفاوت را ایراد می کردن که گویا اگر فلان فرد یا شخصی که دیروز وجود داشت اگر میتونست فرماندهی خوبی داشته باشه بنان این باعث یکی از حالا چرا این باشد در رهبری نهادهای امنیتی افغانستان یک دید پراگنده و متفاوت چرا یک دید واحد به خاطر کنترل جنگ به خاطر نبرد با حراس افغانی در رهبری نهادهای امنیتی وجود نداره ما فکر می کنم یکی از مشکلات جدی بود که همیشه بیش از ده سال تمام مسائل امنیتی به دوش نیروهای ائتلاف بین بوده و ای, آی آیسا دوش نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده بله. یک تجربه نو اینا تجربه کردن و یه سال پر از چالش و سال پر از تلفات پشت سر گذاشتندیم و یکی از دلایل دیگی که مشکلات بسیار جدی به نیروهای امنیتی افغانستان بود نبود تجهیزات تکنیکی که بالونهای امنیتی در مناطق مختلف افغانستان وجود داشت این هم یکی از چالش ها بود اما قبل از اینکه ما این نیروها را از لحاظ کمیت در سطح خوبی داشتیم و داریم تجربه کرده باشیم همه مسئولیت ها را سپردیم برای اینها بله. و طرف دیگه رهبری اداره و مدیریت نیروهای امنیتی افغانستان بله. این دلایل بسیار جدی هست که بله. ما چطور عملیات ما یا واکنشی یا عملیات ما فقط در موضوع دفاعی قرار داشتیم و هیچگاه در یک همانگی کامل نتونستن که در یک نقطه یا در چند نقطه از افغانستان آقای حسینی به موضوع دیگر هم اشاره کرد افزایش حملات حراس افغانانه در سال 2015 قبل برنامه ریزی شده بود فکر میکنین که این برنامه را چه کسان پیریزی کرده بود و هدف از این برنامه چی میتونه باشه من فکر میکنم آنچه که گفتم میشه که بعد از امضای پیمان استراتژیک و اعلان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین از افغانستان که تا سال 2016 محدود به سفارتشان میشد پاکستانیا به این باور بودند که ما تمام ذخایری که از طالبان داشتن در همکاری با طالبان پاکستانی وارد عمل شدند و این آمادگی را داشتن که بعد از ما حکومت افغانستان سقوط میتیم اما فقط صرف یک نقطه‌ای که در کندوز میتونیم اشاره بکنیم که وقتی بار سقوط شهر دیدیم که تصامیم هم در سطح ملی که عبارات از مقاومت مردم افغانستان جمع شدن مردم افغانستان فرماندهان جهادی مردم عام که در افغانستان وجود داشت چون تجارب تلخی از زمان حکومت داری طالبان داشتن اینا همه جمع شدن و از داخل نشان دادن که ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان و ماده دفاع هستیم و در سطح المللی یا در بود المللی هم دیدیم که تصامی میره که ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج کامل نیروهایشان یا محدود ساختن دجربی. در محدوده سفارت افغانستان داشتن او را هم تغییر دادن و این نیروها را تا زمان ضرورت در افغانستان باقی گذاشتن اه. و موضوع دیگه که خیلی مهم از میخوام به طور کوتاه اشاره بکنم که سال 2015 با وجود آمدن داعش منقسم شدن طالبان به دو گروه ملا رسول و ملا منصور و همچنان مرگ ملا عمر در او طرف معادله هم یک سلسله مشکلات برای خودشان ایجاد کرده و ما میبینیم که وقتی در افغانستان هم انفجار رخ میده میبینیم در سف... کنسولگری هندستان وقتی در مزار حمله میشه امروز میبینیم که دایش مسئولیت حمله بر سفارت کنسولگری پاکستان در ننگرهار به عهده میگیره وقتی در افغانستان حمله صورت میگیره امروز میبینیم در کویت انفجار میشه بنابراین باید کشورهای منطقه خب افغانستان و پاکستان در این راستا به خاطر حل مشکل اه... باید جدی تلاش بکنن و صادقانه عمل بکنن آقای حسینی برخورد نیروهای امنیتی یا دستگاه حکومت افغانستان در برابر حراس افغانان یا برای مهار حملات گروهی و از قبل سازمان داشته شده حراس افغانان چگونه بود در سال 2015 برای که به این سال بیم برسیم من میخوام که کم وارد جزئیات شم گزارش امنیتی ما و یک مقایسه بکنیم با فعالیت نیروی افغان و همچنین مخالفین مسلح ما در طول سال 2015 5481 مورد عملیات نظامی نیروی افغان را ثبت کردیم که ضد مخالفین مسلح صورت گرفته در کنار از او 1650 مورد فعالیت های کشف و دستگیری نیروی امنیتی را داشتیم و در کنار از او 242 حمله هوایی را داشتیم که در کنار ای حمله های هوایی حملات هوایی بدون سرنشین نیروی ناتو آمریکا یک کمک و همکاری بسیار با افزایش حملات مخالفان مسلح دولت یا حراس نیروهای امنیتی هم آرام نبودند یا هم واکنش داشتند بله در برابر از این حملات مخالفین مسلح ضد موازه نیروی امنیتی و پاسخ که نیروی امنیتی به اونا دادن ما شاید 1202 حمله مخالفین مسلح تنها بر پایگاه های نیروی امنیتی بودیم و این نشان میده که مخالفان مصالح دولت در حالت تعرضی قرار داشتن تهاجمی قرار داشتن و در دا کنار از ما 579 مورد ما اینو بمگذاری داشتیم که یک چالش جدی به خصوص فرارای غیرنظامیان بوده در طول سال 2015 علاوه بر این ما یک رویداد دیگر هم ثبت کردیم به عنوان خشونت مخالفان مصالح و روبایندگی بله. که به صورت مشخص هدفش خیر بوده که ما 369 مورد خشونت مخالفان مسلح علیه نظامیان ثبت کردیم که در نتیجه از این یک نمونه از این 665 نفر توسط مخالفین مسلح همچنین برخی از افراد مسلح ناشناس در طول سال 2015 رو بوده شدند و این تبدیل شد به یک فرهنگ جدی همچنین صد حمله این تاره داشتیم ما که یک، یک،, یک یک آمار بسیار قابل قابل مقایسه است که چقدر تلفات غیر نظامی ها را بدون بال داشته این همه متاسفانه ما یک چالش جدی که نه تنها ما در تولونی بلکه رسانه دیگه وجود داره این است که نیروهای امنیتی و دستگاه حکومت هیچگاه منابع و اطلاعات موثق و دقیق از وضعیت جنگی به ما ارائه نکردند ما یک آماری از تلفات داشتیم که در دا پایان به اون نتیجه رسیدیم که این آمار شد آمار واقعی جنگ نباشه چون حکومت از یک سو تلاش میکنه که به نظر میرسه که آمار مخالفین مسلح در این آمار اغراق شده به رسانه ها میتینی یک چیز غیر واقع بیانه و در مقابل تلفات غیر نظامیان و همچنین نیروهای امنیتی بسیار کم گزارش میشه به اون خاطر ما نتونستیم که یک امور بله. کلی ارائه کنیم اما یک مسئله دیگر هم آقای حسینی میخوایم که پاسخش از شما داشته باشم بیشتر از نهادهای امنیتی از نیروهای امنیتی انتقاد میشه که در برابر مخالفان مصالح دولت حالت دفاعی را دارند. بیشت... کمتر به حملات تهاجمی میپردازن یافته های شما چی را نشان میده محور یافته ما این است متاسفانه ابتکار عمل در جنگ افغانستان به دست مخالفین مسلح بوده در بسیار از موارد ما در ماه اخیر موارد داشتیم که نیروی امنیتی تانستن که عملیات های ابتکاری رو داشته باشن ما در اکثر موارد ابتکار عمل به دست مخالفین مسلح بوده مخالفین مسلح به یک موضع به یک بولسوالی به یک پایگاه و پوست نیروی امنیتی عمله میکردن ایره ای ای به کنترل خودشان در می آوردن و بعد نیروی امنیتی برای تصرف مجرد از او وارد میدان می شدن. عمده ترین چالش عمده ترین ضعفی که ما در طول سال 2015 ثبت کردیم واکنشی بودن فعالیت‌های های نیروی امنیتی است و البته یک مسئله در کنار ریزی هم یادآور بکنیم که حجم گسترده ای از حملات مخالفین مسلح در طول سال 2015 شاید این مجال به نیروی امنیتی نداده باشه که اینا بتوانن عملیات های را، عملیات های ابتکاری بکنن که جلوی فعالیت های مخالفین مسلح رو بگیره چون با حضور تروریست خارجی در سال 2015 یک تغییر جدی که به میان اومد میخوام که مسئله از یادآوری بکنم که کوتا آقای رهبری جنگ عملا از طالبان محلی به دست طالبان مخالفین مسلح خارجی بوده یعنی با اومدنی به خاطر تغییراتی که دیده میشه و برخی موافقت هایی که برای مخالفین مصطلح به صورت مختیعی وجود داشت ناشی از رهبری خارجی مخال... این عملیات ای هاست و مخصوصا حادثه کندوز که به تنهایی نتیجه ای... کمیسیون ایقتیا به حادثه کندوز هم نشان داد که این ای سازمانده این ای حمله به تنهایی از طالب افغان آقای شما در مجلس نمایندگان بیشتر اوضاع امنیتی را البته در کمیسیون امنیت داخلی بررسی میکنین اگر اوضای امنیتی سال 2015 را در نظر داشته باشین و در کنار از این چند اتفاق تازه در افغانستان در ماهای اخیر رخ داده ای هم مد نظر گرفته شود برگشت دوباره نظامیان خارجی در میدانهای نبرد در برابر مخالفان مسلح دولت حسرگیری حملات هوایی نیروهای خارجی و در کنار از این تا اندازه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان و بگفته با گفته آقای حسنی با توجه به این گزارش منسجم شدن نهادهای امنیتی پس از سقوط شهر کندز. حالا سال 2016 رو چگونه پیش بینی میکنین آینده چه چی خواهد بود تا سال تا آخریم سال من باورم است که توان نیروهای مخالف مسئله دولت افغانستان آنقدر زیاد نیست که قابل نگرانی بسیار جدی باشه پس در کدام مسیر روانه سوزای امنیتی فقط افغانستان؟ فقط میتونم روی دلایلی که دارم ارائه بکنم او عبارت از که اگر واقعا از تعداد نیروهایی که از لحاظ کمی ما داریم در حدود 400 هزار نیروی مسلح را به شکل هماهنگ منسجم یک نواخت در جبهات مختلف تنظیم و با استفاده از قوت های مختلف توبچی زریحی و هوایی که در اختیار داریم مثلا عملیاتی که چند روز قبل در درقت صورت گرفت که نیروهای دشمن تعدادش کشته باقی مانده خود به دریان انداختند ساحه کاملا تصفیه کردند اگر به شکل هماهنگ نیروهای کماندو با قوای هوایی زری و بالای دشمن حملات بکنند و عام مردم اونطوری که استقبال کردن نیروهای امنیتی افغانستان در درقت ما یقین دارم و باورمندی مردم نسبت به حضور دائمیشان در ساحات مختلف شود این مشکلات نخواهد بود این یک راهکار است راهکار دوم ضروریات یک بنیرو امنیتی افغانستان با سال 2016 ضرورت هست که عبارت 20 فروند جیت جنگنده ای که انقریب به قوای هوایی افغانستان می پیونده و تعداد پیلوتایی که زیر آموزش قرار دارند انقریب به کارشان سال آینده آغاز خود کردند و تعداد تیارات جنگی که عبارت از هلیکوپتر هاست که تعدادی هم به اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی به خدمت در خدمت به صفوف خدمت اردو چیز شده و شده از طرف کشورهای کمک کننده موضوع دیگه که ضروریات آینده ای که ما داریم عبارت از قوای ذریحی که وعده داده شده که نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان با در نظر داشت بله. آسیب وضعیت کنونی در نظر داشته باشه وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان مخالفان مصالح دولت در, در کل سال 2016 چگونه پیش بینی میکنید خیلی من فکر میکنم که این ضروریات و آسیب شناسی ها را ما نظر نگیره من یقین دارم که چیزی کارهای صورت گرفته کارهای هم در حال انجام است کارهای هم حکومت افغانستان هم کشورهای کمک کننده که تعداد زیاد نیروهایشون دوباره با مناطق مختلف افغانستان ای فرستاده ما یقین روی اوزای دارم که اگر اگر از با استفاده از تیارات بی پیلوت و قوای حمایوی در عملیات شبانه نیازمند هست این عملیات ها یک چند ما دوام بکنه شاید نیروهای دشمن تلفات به مراتب بیشتر و تلفات نیروی امنیتی افغانستان واقعی خیلی کوتاه فقط به مراتب کمتر خواهد در سی ثانیه شما اگر بگین سال 2016 را چگونه پیش بینی میکنین سال 2016 اوضاع امنیتیش اگر خیلی کوتاه بگین چگونه آغاز تا حالا متاسفانه یک مشکل اساسی وجود داره که برای بنیاد پژوهش و تحقیق صورت میگیره توجه اساسی وجود نداره ما باید بتونیم بر اساس پژوهشایی که ما نمونه اجرا کردیم کارهای صورت گرفته به خاطر مهارت متاسفانه چیزی که برداشت می است که تغییر اساسی در استراتژی امنیتی ما به وجود نیومده هنوز خبر از دکترین امنیت ملی افغانستان نیست ما در شمالی ساختار نیروی امنیتی ساختار پلیس ضعیف است تعداد نیروها اندک است و باید این نیروها در یک بازبینی مجدد در تشکیلات این نیروها بتوانند که مناطق قاسی پذیر به خوبی شناسایی شه در کنار از نکته مهم اساسی است که در کنار تاولات امنیتی ما با تعولات اقتصادی اجتماعی هم پیش ببریم مردم در فقر به سر میبرند وضعیت زندگی بیجا شدهگان جنگ بسیار وخیم و تکان دهنده است و بدون اینکه به وضعیت زندگی و معیشتی مردم توجه نشه قطعا وضعیت جنگ تغییر میداد نجراوی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان و عباس حسینی پژوهشگر تلونیوس خیلی سپاس از حضورتان در برنامه